ما نشستیم در جمع پنج به علاوه یک و حتی جداگانه با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم برای قضیه هسته‌ای، به یه نقاط مشترکی رسیدند برادران ما، فعالان پر تلاش ما به یه نتایجی رسیدند. طرف که آمریکا باشه یه تعهداتی کرد، جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو انجام داد، اون طرف بدقول بدعهد بدحساب داره دبه میکنه، تا الان دبه کرده است. در هر زمینه دیگری هم که با آمریکا شما بحث و مجادله کنید، شما کوتاه بیایید تنازل کنید، باز اون نقش مخرب خودش رو حفظ خواهد کرد. در همه زمینه‌ها، بحث حقوق بشر، بحث موشک، بحث تروریسم، بحث لبنان، بحث فلسطین، در هر قضیه‌ای که شما به فرض، که البته محاله، به فرض از اصول خودتون، مبانی خودتون کوتاه بیایی صرف نظر بکنید، بدانید او کوتاه نخواهد آمد. هر فردی و هر جریانی که برای اسلام و به نام اسلام کار می کند، اگر با آمریکا اعتماد کرد، خطای بزرگی مرتکب شده و سیلیش رو خواهد خورد، کما اینکه خوردند در همین چند سال اخیر جریان‌های اسلامی، به خاطر مصلحت اندیشی، به خاطر عقل سیاسی، اسمش میگذارن عقل، به خاطر تاکتیک، میگفتن این حرکت تاکتیکی است، با آمریکایی‌ها رفیق شدن، به اونا اعتماد کردن، چوبشو خوردن، سیلیشو خوردن، حالا دارن تحمل مصیبت‌هاشو میکنن. هر کسی با نام اسلام، در جهت اسلام حرکت میکند، اگر به آمریکا اعتماد بکند، خطای بزرگی مرتکب شده. ما البته دشمنای ریز و درشت زیادی داریم، دشمنای کوچیک هم داریم، دشمنای حقیر هم داریم، اما عمده دشمنی ها از سوی آمریکا، از سوی انگلیس خبیث، انگلیس واقعا خبیث، هم در گذشته از دوران اوائل رژیم طاغوت تا دوران انقلاب تا بعد از دوران شروع انقلاب و پیروزی انقلاب تا امروز، همواره انگلیس با ما دشمنی کرده است. حالا هم به مناسبت سالگرد امام، دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر میکنه، سند منتشر میکنه علیه امام بزرگوار، امام پاکیزه و مطهر. سند رو از کجا آوردم؟ از مدارک آمریکایی. خب آمریکایی که هواپیمای مسافری رو با 300 قریب 300 نفر سرنگون میکنه، از جعل سند ابایی داره؟ دشمنی انگلیس ها اینجوریست، آمریکاست، انگلیس خبیث است و رژیم منحوس و سرطانی صهیونیستی است. اینا دشمن های اصلی هم. وقتی ما میگیم دشمن داریم، میگن آقا شما دچار توهمید، توهم توطئه، توهم توطئه. خود این مطرح کردن توهم توطئه به نظر ما یک توطئه است، برای اینکه حساسیت‌ها رو کم کنن. آقا دشمن چیه؟ کدوم دشمنی؟ واضح‌ترین چیزها رو انکار میکنن. میگیم آمریکا دشمن انقلاب است، ذات نظام سلطه اقتضا میکند که با نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی دشمن باشد، ذاتش اقتضا میکنه. منافعشون 180 درجه با یک دیگر
اختلاف دارد. نظام سلطه اهل خیانت است، اهل جنگ افروزی است، اهل ایجاد و سازماندهی گروه های تروریست است، اهل سرکوب کردن گروه های آزادی خواه است، اهل فشار آوردن بر مظلومین است مثل فلسطین و امثال فلسطین. این طبیعت نظام سلطه است. شما الان ببینید آمریکا و انگلیس بیش از 100 سال است که دارن بر مردم فلسطین فشار میارن، چه قبل از تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948، چه بعد از اون تا امروز. قریب 100 ساله دارن فشار میارن روی فلسطینی ها. خب این حرکت نظام سلطه است. اسلام که نمیتوانه در مقابل این ساکت بمانه، نظام اسلامی که نمیتوانه ببینه به بیتفاوت بمانه. نظام سلطه مستقیماً به کشور بمباران کننده مردم یمن کمک میکنه. آمریکا صریحاً مستقیماً کمک میکند به بمباران یمن. بمباران کجا؟ بمباران جبهه های نبرد؟ نه، بمباران بیمارستان، بمباران بازار، بمباران مدرسه، بمباران میدان عمومی مردم. آمریکا کمک میکنه. خب نظام اسلامی نمیتوانه بیتفاوت بمانه. اینا با هم دیگه دشمنن، در ذات خود با هم مخالفن. چطور میشه منکر این دشمنی شد؟ آمریکا 28 مرداد راه انداخت، حکومت ملی سرنگون کرد. آمریکا از اول انقلاب تا امروز داره با ما دشمنی میکنه. آمریکا در زمان طاغوت ساواک رو به راه انداخت، مایه شکنجه مردم و مبارزین. آمریکا در جنگ 8 ساله به دشمن ما حد اکثر کمک ممکن را کرد. آمریکا هواپیمای مسافربری ما رو سرنگون کرد. آمریکا سکوی نفتی ما رو زد. آمریکا ما رو تحریم کرد. اینا دشمنی نیست؟ هی تهدید شدیم، هی گفتیم آقا حمله میکنند، هی گفتند حمله میکنیم، هی گفتند تحریم میکنیم. مردم نه از تهدید نظامی ترسیدن، نه از تحریم ترسیدن، نه از تحریم فلج شدند. نترس، شجاع، سربلند حرکت را ادامه دادند. از این پس هم باید همین باشد. هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم. هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم. همه مخاطب این سخنند، همه باید بدانند می توان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد، اون وقت پیشرفت قطعی است. می توان به شیوه دیگری حرکت کرد، اون وقت سرنوشت رقت‌آوری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، مکرر در مواردی میگفتند اسلام سیلی خواهد خورد. اگر راه رو عوض کردیم ملت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه‌های مختلف البته وارد می‌شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه‌هایی از این قبیل. اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلاب، انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین
اواخر در چند ماه قبل از این یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت آنها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد آنها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. انقلاب اونها رو راند. علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد.